مولای ما امام زین العابدین علیه السلام می فرماید معاشر شیعتنا اما الجنة فلن تفوتكم سریعا کان او بطیعا. شیعیان ما بدانید که جنت حتما نصیب شما می شود، زود برسید یا دیر برسید. بعضی ها دیر به جنت می رسند چون اونجا یک 5000 سال در جهنم باید کتک بخورد. بله، یک 10000 سال 100000 سال در جهنم اونجا کمی. بله، اونجا کتک بخورن، عذاب ببینن. خلاصه بعد جهنم شما به بهشت میرسید. اینم چیه؟ در صورتی که عدیله عند الموت صورت نپذیره. اون کسانی که در عند الموت عدیله صورت میپذیرد، خب اونا که کافر از دنیا میرود. یا کسانی که اصلا کافرن، به ظاهر شیعه هستن، ادعا میکنند که ما تمام اختیارات فلانی اصلا امامه، تمام اختیارات امیرالمؤمنین علیه السلام را داره. خب ولكن تنافسوا في درجات في الدرجات. بله، شیعیان ما شما سعی بکنید، رقابت بکنید در درجات بهشت که درجاتتان هرچی بالاتر بشه در بهشت. بله، درجاتتان در بهشت هرچی بالاتر بگردد. واعلموا ان ارفعكم درجات واحسنكم قصورا ودورا وابنيه احسنكم ايجابا لاخوانه المؤمنين و اکثرکم مواساتن لفقرائهم. و این را خوب بدانید، چه کسی در بهشت درجاتش بالاتره؟ فرمود که درجات اون یکی از شما در بهشت بالاتره و قصرهایش از بقیه بهتره و خانه‌هایش و قصرهایش از بقیه زیباتره. اون کسی که خوبتر خدمت میکند مؤمنین را، مؤمنین را اجابت میکند. مؤمن حاجتی دارد، آمده قرضی میخواهد، مثلا دخترش شو پول نداره شوهر بده، یا مثلا خانه اش پول نداره قبض برق را پرداخت بکنه، شما رفتی قرض برق را پرداختی. بله، این کسی که اجابت میکند برادران مؤمن خود را بیشتر. و اکثرکم مواساتا لفقراء، و هر کسی که بیشتر به فقراء مؤمنین برسد. فقراء مؤمنین، مؤمن فقیر زیاده، مریض بیچاره نمیتونه کار بکنه، زن و بچه داره، خرج اونها مانده، آدم باید اونها کمک بکنه. هر کسی که به فقرا بیشتر کمک بکنه فقرای شیعه، ولی نه اینکه بره فقرای فلسطین، طفلان غزه را میخوام کمک بکنه. حرم امام رضا علیه السلام پولش بدزده، مانند خامنه ای اونو ببره به فلسطینیا بده، به دشمنان امام رضا علیه السلام بده. نه، فقرای مؤمنین را آدم بله مواسات بکنه، به اونها کمک بکنه. بله، فقیر همسایت هست، برای اونو گندم بخر، برنج بخر، روغن بخر، خانهش برسان. ان الله عز وجل لا يقرب الواحد منكم الى الجنه بكلمه طيبه يكلم بها اخاها المؤمن الفقير باكثر من مسيره 100000 عام بقدمه. خداوند متعال به خاطر یک کلمه طیب به یک مؤمن، شما یک شیعه امیر المؤمنین علیه السلام را یک کلام خوب زدی، لبخند زدی، گفتی السلام علیکم، حال شریف چطوره؟ بله، با یک کلمه طیب، با اینکه انسان مؤمن صحبت کردی، خداوند متعال مسافت 100000 سال، 100000 سال 100000 عام که پیاد به سوی بهشت، اون مسافت را به خاطر یک کلمه آدم نزدیکتر میسازه به بهشت. مسافت 100000 سال به بهشت را به خاطر اینکه شما به یک مؤمن، به یک شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام کلام طیب، کلام خوب زدی. بله، این اخاه المؤمن الفقیر، به شرط اینکه فقیر باشه، چون مؤمنین پولدارا را که همگی احترام میکنن، مؤمنین پولدارا برو بیوت مراجع اینچنین استقبال میکنن، چون تاجر آمده، آقای فلانی تاجر از تهران آمده، اوه سبحان الله، مکارم شیرازی خودش میاد اونجا. ولی چون تاجر پول دارن، مؤمن فقیر اگر بیاد او را خادم مثلا در نزدیک نمیگذاره، خادم مدرسه اونجا، چی مدرسه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، در صفایی محل کار آقای مکار. درسته؟ نه، اگر دید که این فقیر افغانیه، اوه او افغانی که اصلا او از کافر بدتر، کافر حربی، اگر مثلا امریکایی باشه ولو کافر باشه، او را فورا میارن اینجا، فورا که از امریکا آمده بعد ایشان. اما اون ولو شیعه هست، او چون فقیره، او را نزدیک نمیذاره. آدم یک کلمه طیب
و مؤمن فقیر بگوید مسیر 100,000 سال راه بهشت را خداوند متعال بر آدم به اون مسیر به خاطر یک کلمه نزدیک می‌سازد. و این کان من المعذبین بالنار، اگرچه این آدم مستحق جهنم باشد، همین کسی که کلام خوب زده خودش آدم گناهکار، خودش آدم گناهکار، ولی نماز نخوانده، روزه نگرفته، اما یک وقتی یک شیعه فقیر را دید به خاطر حب امیر المؤمنین علیه السلام، که این شیعه مولایم امیر المؤمنین علیه السلام با او یا علی مدد گفت، ولی با او کلام خوب زد، به احترام کرد به خاطر ایمانش، او را پروردگار عالم این چنین انجام جزای خیر میداد. فلا تحتقروا الاحسان الى اخوانكم فسوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام ذلك غيره. پس نیکی کردن را به مؤمنین این را سبک نشمارید، مؤمنی نیکی کردن را به برادران مؤمنتان. یک مؤمنی آمد گفت که من قرض احتیاج دارم، یک مؤمنی آمد ولی وضعش خوب نبود، احسان کردن نیکی کردن به مؤمن را اندک نشمار. فسوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام ذلك غيره، این نیکی کردن به مؤمن اون زمانی به درد آدم میخورد که هیچ چیز به درد آدم نمیخورد، اون زمان به درد آدم میخورد. خب دوستان عزیز بیننده، اینها در فضیلت اهل ایمان بود.